اول شباهنگ روز پنج شنبه 13 ژانویه خانه آزادی گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت آزادی‌های سیاسی و مدنی در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. در این گزارش گفته شده که برای پنجمین سال متوالی حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی سیر نزولی داشته. بنابراین گزارش 45% کشورها با 43% جمعیت جهان کشورهای آزاد محسوب می‌شوند. 24% کشورها با 35% جمعیت جهان کشورهای غیر آزاد هستند و 31% کشورها با 22% جمعیت جهان در فهرست کشورهای نسبتاً آزاد قرار می‌گیرند. در رده‌بندی‌های منطقه‌ای گزارش خانه آزادی اروپای غربی بیشترین تعداد کشورهای آزاد را دارد و هیچ کشوری در این منطقه در گروه کشورهای غیر آزاد قرار نمی‌گیرد. در این منطقه 96% کشورها آزادند و تنها 4% کشورها از آزادی نسبی برخوردارند. این در حالی است که خاورمیانه و در شمال آفریقا بیشترین تعداد کشورهای غیر آزاد را در خود جای داده. سهم کشورهای آزاد در این منطقه تنها 6% است. ایران نیز در رده کشورهای غیر آزاد قرار می‌گیرد و از نظر حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی تنها از کشورهای چون کره شمالی، سومالی، سودان و عربستان سعودی وضعیت بهتری دارد. اما امشب هم مثل دیگر شب‌های جمعه کوروش صحتی با ماست و در این ارتباط گفتگو خواهیم کرد. خب کوروش، درود بر تو. کوروش، در گزارش سالانه خانه آزادی به طور مشخص چه مواردی در مورد ایران مطرح شده که ایران رو در میان کشورهای غیر آزاد قرار داده؟ درود بر تو پریسا. بله، همونطور که گفتی ایران یکی از 47 کشور غیر آزاد دنیا گزارش شده در این گزارش و به ویژه به سرکوب‌های پس از انتخابات اشاره شده و اینکه فعالان سیاسی رو صدها فعال سیاسی در جریان این حوادث بازداشت شدن، محاکمه شدن و حتی روبوده شدن و دادستان‌ها اونها رو به براندازی حکومت متهم کردن و این روند ادامه داشته. خانه آزادی چند ویژگی خاص رو در مورد ایران برش مرده که ایران جزو کشورهای غیر آزاد شناخته شده. گفته که ایران در واقع یک دموکراسی مبتنی بر انتخابات نیستش. در ایران حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی نادیده گرفته میشه و در مورد دیگه در مورد سپاه پاسداران اشاره کرده که اهرم‌های اصلی نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران رو در اختیار این نهاد هستش و فساد مالی بسیار فراگیری در ایران وجود داره. مورد دیگه هم این هست که دستگاه قضایی ایران مستقل نیست و در ایران شکنجه زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی رواج داره. اینها مواردی بوده که در این گزارش اومده. چند مورد دیگه هم بوده به طور ویژه در مورد اختیارات گسترده ولی فقیه در ایران که بر تمامی نهادها نظارت داره و قدرت داره و این با یک کشور آزاد در تناقض هستش. و در مورد آزادی بیان، استفاده از رادیو و تلویزیون، فرستادن پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای، هرچند که اشاره شده تا حدودی این رو تحمل می‌کنن اما باز هم با پارازیت فرستادن سعی می‌کنن که محدود بکنن این رو، در واقع ارسال امواج ماهواره‌ای رو از کشورهای دیگه. و در مورد صنعت نشر که بسیاری از کتاب‌ها توقیف شدن و احتیاج به مجوز وزارت ارشاد دارن و این به نوعی آزادی بیان رو در ایران تهدید کرده. در مورد روزنامه‌نگاران زندانی که طبق گزارشی که ما قبلا هم داشتیم از سوی انجمن حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهانه، در این گزارش اشاره شده به فیلترینگ سایت‌های اینترنتی، اعدام گسترده نوجوانان به ویژه در ایران و در مورد اقلیت‌ها هم که گفتم به ویژه در مورد بهائی‌ها نکاتی رو ذکر کرده که حق تحصیل ندارن و بسیاری از اونها در سالهای گذشته بازداشت شدن و باشون برخورد شدید شده. و یکی هم برخورد با آزادی‌های علمی و تحقیقاتی بوده که به طور مشخص میشه در ارتباط با تهدید علوم انسانی و تغییر محتوای کتب درسی در ایران و دانشگاه بهش اشاره کرد. خب کوروش، گزارش خانه آزادی خب مثل سایر گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر نگرانی جامعه بین‌المللی نسبت به اونچه که در ایران می‌گذره رو نشون میده. اما آیا در ایران کسی هست که به فریاد کسای قربانیان نقض حقوق بشر واقعا برسه، رسیدگی بکنه؟ خب طبق قانون که دستگاه قضایی هر کشوری مسئول رسیدگی به پرونده ها و دفاع از حقوق شهروندی تمامی شهروندان است، به غیر از اینکه حالا چه مقامی داشته باشن، اما اون چیزی که در ایران مطرحه و فعالان سیاسی
فعالان سیاسی مخالف و مدافعان حقوق بشر مطرح میکنن این است که دستگاه قضایی ایران استقلال نداره و بی‌طرف نیست و طرف یک طرف مناظره رو میگیره و این باعث شده که این در واقع گزارش‌ها به این حد در مورد ایران منتشر بشه، چون مرجع رسیدگی کننده در داخل خود ایران در واقع بی‌طرف نیست و رسیدگی نمی‌کنه. و نکته دیگه این هست که صدور احکام قضایی که ما در ایران داشتیم در مورد فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر، طبق اون چه که مدافعان حقوق بشر گفتن و خانواده‌های زندانیان سیاسی، این بوده که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی نقش اصلی رو داشتن. به طور ویژه در مورد خانم نسرین ستوده دیدیم که ما به 11 سال زندان محکوم شد و ایشون گفته بود که بازجوها در زندان گفته بودن که ما کاری میکنیم که حتما شما بالای 10 سال حکم زندان بگیری. و این موارد مشابهی هم داشته که در واقع قضات ایران تحت تاثیر مقامات اطلاعاتی و امنیتی بودن. و از توی دیگه سخنرانی رسمی رئیس قوه قضاییه بود که چندی پیش اعلام کردش که برای ما مهمترین هدف در واقع برآورده کردن خواسته های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستش و ما همه کارامون این هست که نظر ایشون رو جلب کنیم. خب این در تناقض هست با اینکه حقوق شهروندان برابر باشه و بدون جانبداری سیاسی به حقوق همه رسیدگی بشه. خب وقتی که دستگاه قضایی شیبه رو پیش میگیره، پس صدای این قربانیان نقض حقوق بشر و این زندانیان سیاسی واقعا چگونه شنیده میشه؟ خب ببینید، جدا از این، خب گروه های مدافع حقوق بشر در داخل کشور بودن که در واقع رسیدگی میکردن و صدای این زندانیان رو میرسوندن به گوش دنیا. البته میبینیم که اینها هم به شدت تحت فشار قرار دارن و بسیاری از خود اینها هم روانه زندان شدن تنها به خاطر اطلاع رسانی در مورد این موارد نقض حقوق بشر. و حتی روزنامه های مستقل و در واقع وابسته به حکومتی که باقی نموندن در ایران هم، اونها هم از انتشار اخبار زندانیان سیاسی و این موارد در واقع براشون محدودیت ایجاد شده. حتی وکلاشون، بله، و حتی خود وکلا هم به خاطر همین که تنها یک مسئله حقوقی هست روانه زندان شدن و این موضوعی که وجود داشته. اما زندانیان سیاسی خب مواردی دارن که نامه های منتشر میکنن، خانواده هاشون تظلم خواهی میکنن. نمونش نامه‌ای بود که دیروز به 11 مرجع تقلید شیعه منتشر کردن. دو تن از همسران زندانیان سیاسی، همسر آقای مصطفی تاج‌زاده و فیض الله عرب سرخی، البته از طرف همسران آقای صفای فرهانی، امینزاده و میردامادی هم بود که در خواستار این شدن که مراجع تقلید نگاه بیشتری به این مسائل بکنن، مسائل نقض حقوق زندانیان و رسیدگی کنن به این خواسته ها. و من اشاره بکنم به دو مورد هم در انتهای صحبتم که از 13 دی ماه 8 دانشجوی دانشگاه عراق تنها به خاطر اینکه در مراسم 16 آذر و 17 آذر که آقای احمدی نژاد به عراق رفته بود، بعد اون مواردی اونجا پیش اومد، اینها رو بازداشت کردن. البته منابع دانشجوی اعلام میکنن که بی ارتباط با این نیست. و یک دانشجوی دیگه، فؤاد سجودی فریمانی، هم من به موارد نقض حقوق بشر اشاره کردم، ایشون رو بازداشت کرده بودن و چنان برخوردی در زندان باشون شده بود که باستم سایت دانشجو نیوز گزارش کرده بود که بعد از آزادی از زندان روانه بیمارستان روانی شده. و ببینید که این فشارها چی بوده. هنوز هم قرار وثیقه 500 میلیون تومانی برای ایشون صادر شده و باید در دادگاه حاضر باشه، که این هم موارد نقض حقوق بشر در این ارتباط دانشجو بوده. با تشکر از تو کوروش عزیز. به دنبال برنامه توجه بفرمایید. شبکه خبری فارسی صدای